hear of churches closing, house groups raided, members arrested, tortured, interrogated, humiliated. When the persecution becomes unbearable, can they look up? Will they turn back from all they believed and deny their faith? Or will they look up to heaven? بازجویا از 8 صبح شروع میشد در روزهایی که میخواستم بیان بازجویی بکنن تا بعد از ظهر ساعت 5-6. اسم معلمه اینطوره یه جا رو تر بذار رو میز بشیم همه رو مو به مو برام توضیح بده. در سلول انفرادی وقت نمیگذشت. هر روز سلول انفرادی برای من یک سال میگذشت و کاری نبود بکنم. ولی چیزی که تو این 14 سال با این جفاها با این مشکل من رو کشیده درک محبت مسیح بر روی صلیبه. بزرگترین و وحشتناکترین چیزی که اونجا بود صدای پای نگهبانا بود. در واقع اینی که چه چیزی باعث میشه یه ایماندار با وجود تمام این جفاها باز هم در ایمانش بمونه، در حقیقت این چیزیه که برای خود منم یکی از نکته های جذاب مسیحیان بود. بعد از اینکه با مسیحیان آشنا شدم تو ایران، وقتی خب می دیدم که واقعا چقدر مورد جفا قرار می گیرند ولی دست بر نمی دارند. من همه چیزمو تو ایران گذاشتم اومدم و فقط یه هدف دارم، اونم اینه که برگردم ایران. روزی برگردم که مجهزتر باشم. روزی برگردم که اگر این دفعه حتی دستگیر شدم خیلی قشنگتر بتونم توی بازجوییام کلام خدا رو اونجا ارائه بدم. من اصلا نمیتونستم ببخشم، چون نفرت در من خیلی نفوذ کرده بود. من خیلی سختی کشیده بودم در زندگی و فکر نمیکردم هیچ وقت بتونم اون کسایی که منو اذیت کردن یا اون عذابایی که به من دادن من بتونم ببخشم. ولی این بخشش رو در عیسی مسیح من پیدا کردم و خیلی راحت اون کسا رو بخشیدم. میخوام بگم که واقعا بخشیدن خیلی شیرینه و اونم فقط با فیض عیسی مسیح میشه بهش دست بدی. کوچکترین چیزی که ازش میخوام اینه که حداقل بهمون این لیاقت رو بده که ما هم بتونیم یه ذره شبیه اون بشیم. با وجود هر مشکلی که ممکنه سر راهمون بیاد کم نیاریم و مثل خودش با اعتماد به خداوند کاری کنیم که دیگران هم از این نعمت برخوردار بشن. و نمیتونم واقعا به زبون به شما بگم که به من چی داد و با هم چی کار کرد، ولی میتونم این شهادت رو بدم که به خاطر تمام اون کارایی که بر من کرد هیچ وقت دیگه حاضر نیستم دست ازش بکشم. Over the years, many Christians have been martyred for their faith. Even death could not take away their ability to look up. طب بعدين انا الان على فيرينا مش لاقي بنتي. بنتي فين؟ ما لقيتهاش بره. قعدت افكر، يعني انا اخر مره وانا واقف في المسبح شفتها جنب مامتها، فرجعت تاني جنب مامتها لقيتها جنب مامتها. انا ما شفتهاش اول مره. كانت واقعه على الارض؟ لا، كانت قاعده جنبها بس مميله، بس عليها تراب. يعني انا من توتري انا شايف مدلين بس قاعده على الدكه، فبرفعها لقيت وشها دم وبتقول الحقني يا بابا. بعد كده عدلته وحطيته على رجلي، فلحد اخر لحظه المفاتيح بتاعه الكنيسه كانت في ايديه، كنت عايز اديها لاي حد غير لما انا اجي. انا فخوره بيه ومبسوطه جدا ان هو مع بابا يسوع، بس هو المشكله ان هو الفراق صعب، وكمان لما كان بيودينا المدرسه وبيجيبنا دلوقتي يعني خلاص، بس فهو صعب. نحن الان في دار مطرانيه الروم الارثوذكس.
هذه هي دار مطرانيت الروم الأرثوذكس للأسف. Gates shutting. Darkness. Loneliness. Isolation. Fear. Imprisoned, not knowing if they will ever see their loved ones again. Not knowing even if they will come out alive. Tears of injustice, prayers for deliverance. Is it all over? Can they ever feel inspired again? Even through their turmoils, they triumph. They rejoice and they praise the Lord.